سلام دوستان خوبم، به چنل کلکین در یوتیوب خوش آمدید. در این ویدیو یک داستان طنز از دفتر چهارم مثنوی معنوی رو برای شما روایت می کنم. در این ویدیو خواهید دید که مولوی چگونه استادانه یک مفهوم عرفانی رو در قالب حکایتی طنز نقل کرده است. پس با هم این داستان زیبا رو از چنل کلکین در یوتیوب می شنویم. حکایت زن پلیدکار و درخت گلابی، قصه پندآموز از مثنوی معنوی مولانا. در زمانهای قدیم زنی پلیدکار زندگی میکرد که شوهری نادان و احمق داشت. زن از همین سادگی و حماقت شوهرش سوء استفاده کرده بود و با مردی فاسق رابطه داشت. اما شویش از این حکایت عاشقی زنش بیخبر بود. روزی آن زن و شوهر برای گشت و گذار به باغی پر از درخت‌های گلابی رفتند. از قضا معشوقه آن زن بدکار هم در همان حوالی حضور داشت و وقتی اون دلبر خودش رو دید با اشاره‌ای به او فهماند که قصد دارد ساعتی با او خلوت کند. زن میخواست تا هر طور که شده با آن مرد فاسق معاشقه کند. پس برای رسیدن به این خواسته پلید خودش فکری شیطانی کرد. آن زنی میخواست تا با مول خود برزند در پیش شوی گول خود. پس به شوهر گفت زن که ای نیک بخت، من برایم میوه چیدن بر درخت. بنابراین زن رو به شوهرش کرد و گفت عزیزم، من خیلی هوس گلابی کردم. میخواهم به بالای درخت بروم و گلابی بچینم. تو هم این پایین بمان و میوه هایی که من میاندازم رو یکی یکی جمع کن. شوهر هم این نظر زن رو پذیرفت. وقتی آن زن به بالای درخت گلابی رفت، ناگهان شروع به داد و فریاد کرد و با صدای بلند گریه رو سر داد. شوهر هراسان پرسید، چه شده خاتون من که اینقدر بیتابی میکنی؟ چرا دو دستی بر سر و روی خودت میزنی؟ گفت شوهر را که ای معبون رد، کیست آن لوتی که بر تو میفتد؟ تو به زیر او چو زن بغنوده ای، ای فلان تو خود مخنث بوده ای؟ زن فریاد زد که ای مردک خود فروش، آن لوتی کیست که روی تو افتاده و با تو مشغول شده؟ ای مرد بدکار، تو تا حالا مفعول بوده ای و من بیخبر بودم. شوهر با تعجب گفت ای زن، مگر دیوانه شده ای؟ اینجا غیر من هیچ کس نیست، حتما آن بالا سرگیجه گرفته ای، وگرنه من اینجا تنها ایستادم. این حرفا ظاهراً زن رو قانع نکرد و او همچنان فریاد می زد و می گفت ای خیانتکار، باید بگویی آن مرد کلاه بر سر کیست که مشغول کارهای پلید با تو می باشد. مرد که دیگر حوصله اش از این حرفها سر رفته بود به زنش گفت آهای زن، از بالای درخت بیا پایین تا به چشم خودت ببینی که اینجا هیچ کسی حضور ندارد. چون تو بالای درخت گلابی رفته ای، دچار سرگیجه شده ای و حسابی عقلت رو از دست داده ای. زود باش، بیا پایین. زن هم از درخت گلابی پایین آمد و با ظاهری شرمنده پذیرفت که اشتباه کرده و از شوهر خودش عذرخواهی کرد. آنگاه شوهر به بالای درخت رفت. زن پلیدکار هم فرصت رو غنیمت شمرد و بلافاصله با آن مرد فاسق مشغول عشق بازی شد. شوهر نادان همینطور سرگرم چیدن گلابی بود. اما همین که سرش رو برگردوند، در میان بوته ها زنش رو دید که مشغول دلبری از مردی غریبه است. گفت شوهر کیست آن ای روسپی که به بالای تو آمد چون کپی؟ گفت زن نه نیست اینجا غیر من، هین سرت برگشته شد هرزه متن. مرد ناگهان فریاد زد و گفت ای هرزه، آن مرد کیست که تو را در آغوش گرفته و مانند میمون روی تو پریده؟ زن گفت
چرا حرف بیهوده میزنی؟ اینجا غیر از من کسی حضور ندارد. حتما تو هم آن بالا سرگیجه گرفته ای. اما شوهر آن زن نمیتوانست آنچه میدید رو باور کند. پس این بار با دقت بیشتری نگاه کرد و دید که واقعا زنش با مردی مشغول معاشقه است. وقتی شوهر زن این صحنه وقیح رو دید، دوباره حرفش رو تکرار کرد و به زنش ناسزا گفت. اما زن پلیدکار با خونسردی کامل پاسخ داد و گفت: عزیزم، این خیال بافی های تو به خاطر درخت گلابی است. من هم که مثل تو بالای درخت بودم، همه چیز رو غیر واقعی می دیدم. زود از این درخت بیا پایین و ببین که کسی جز من در اینجا حضور ندارد. و این همه خیال بافی های تو فقط از این درخت گلابی است. مولانا در پایان این داستان می گوید: هدف من از اینکه یک قصه طنز و عامیانه را گفتم فقط سرگرم کردن شماها نبود. اگر آدم نکته سنجی باشید، معنای باطنی شوخی من رو می فهمید. هر طنز و شوخی در مثنوی معنوی دارای یک مفهوم عمیق عرفانی است. پس اگر می خواهی اصل داستان رو بفهمی، خوب گوش کن. تا زمانی که در زندگیت بر بالای درخت خودبینی نشسته ای و عالم رو نظاره می کنی، دنیا رو وارونه می بینی. فقط سیاهی می بینی، عالمی پر از نیرنگ و خیانت می بینی. این درخت تو رو از دیدن حقیقت و واقعیت زندگی دور نگاه می دارد. درخت خودبینی درختی است که هر کس روی آن بنشیند، چشمانش کج و لوچ می شود و نمی تواند واقعیت زندگی خودش رو ببیند. پس همین الان از این درخت تکبر و خودبینی بیا پایین تا صاحب عقل و بصیرت شوی. دوستان خوبم، امیدوارم این داستان برایتان سودمند بوده باشه و اگر شما هم پندی آموزنده از این داستان مولانا گرفتید رو در کامنت ها بنویسید. شاد باشید و پایدار.